در ماه می 1917 در شهر فاطیمای پرتغال، هنگامی که سه کودک 7، 9 و 10 ساله در حین گوسفند چرانی بودند، زنی نورانی را مقابل خود یافتند که او خود را مریم باکره معرفی کرد. او به کودکان وعده داد که 6 ماه آینده در 13 روز دوباره به دیدار آنها خواهد آمد تا رازی بزرگ را به آنها بگوید و سپس ناپدید شد. بچه ها ماجرا را به والدین خود گفتند و این زن را بانوی درخشانتر از خورشید توصیف کردند. افراد دهکده کم کم مجذوب این ماجرا شدند و هر روز افراد بیشتری به این منطقه سفر می کردند تا محل ملاقات را از نزدیک ببینند. تا اینکه در آخرین ملاقات که 13 اکتبر بود، 70,000 نفر به این محل رفتند تا از نزدیک شاهد این رویداد باشند. بانوی نورانی در این ملاقات به کودکان گفت که به زودی فرانسیسکو و ژاکینتا را به بهشت خواهد برد. اما لوسیا برای انتشار این پیام‌ها زندگی طولانی خواهد داشت. هرچند مریم مقدس تنها بر 3 کودک ظاهر شد و دیگران او را ندیدند، اما به گفته شاهدان عینی در آن روز باران شدیدی می‌بارید. اما در آن محل به ناگاه ابرها کنار رفتند و خورشید شبیه به یک دیسک در حال چرخش در بین ابرها ظاهر شد با پرتوهای مملو از رنگهای متنوع. شاهدان گزارش دادند که لباسها که به دلیل باران خیس بودند ناگهان و کاملا خشک شدند و زمین مرطوب و گلالود کاملا خشک شد. اما چند ماه بعد فرانسیسکو در سن 10 سالگی در خانه خود و ژاکینتا در سن 9 سالگی در بیمارستان کودکان ملک استفانی در لیسبون پرتغال درگذشتند و بدین ترتیب اولین گفته های بانوی نورانی به حقیقت پیوست. اما آن بانوی نورانی چه به این کودکان گفته بود؟ زیرا لوسیا میگوید که او و پسر عموهایش بندهای محکمی را به دور کمر خود میبستند. خود را با گزنه‌های سفت و سخت شلاق میزدند، نهار خود را به گدایان میدادند و در روزهای گرم از نوشیدن آب خودداری میکردند. در دست نوشته‌های لوسیا آمده است که مریم مقدس گفت: خدا از فداکاری‌ها و مجازات‌های بدنی آنها راضی است. 24 سال بعد لوسیا سانتوس که یک راهبه شده بود و در اسپانیا زندگی میکرد به این نتیجه رسید که اکنون دنیا آمادگی شنیدن دو راز اول فاطیما را دارد، اما راز سوم که وحشتناکترین آنها بود 60 سال دیگر پنهان ماند. در راز اول لوسیا چنین مینویسد: بانوی ما دریای بزرگی از آتش را به ما نشان داد که به نظر میرسید زیر زمین است. به گفته او جنگ به زودی پایان می‌یابد، اما اگر مردم همچنان خداوند را به خشم آورند، جنگی شدیدتر در زمان پاپیوس 11 در خواهد گرفت. جنگ جهانی چند ماه بعد به پایان رسید، اما در آن زمان پاپیوس 11 وجود نداشت. بدین ترتیب اولین راز مریم مقدس به حقیقت پیوست. اما لوسیا دوباره از راز دوم می‌گوید. در راز دوم که در ادامه راز اول می آید این گونه می گوید که وقتی شبی را می بینید که تحت تابش نوری ناشناخته است، بدانید که این علامت بزرگی از طرف خداوند به شماست، زیرا او قصد دارد شما را به خاطر جنایاتتان از طریق جنگ، قحطی و آزار و اذیت‌های کلیسا و مقدسین مجازات کند. او همچنین گفت که مریم مقدس هشدار داد که در شوروی یک جریان شیطانی شروع می شود که اگر شوروی تقدیس نشود به سراسر جهان کشیده خواهد شد و انسانهای زیادی از بین خواهند رفت. جالب است که بدانید مدت کوتاهی بعد از ملاقات سه کودک با مریم مقدس، دیکتاتوری کمونیستی در شوروی سابق حکم فرما شد و کلیساها و رهبران مذهبی از بین رفتند، به حدی که مردم فکر می‌کردند که لنین همان ضد مسیح است. شواهد نشان می‌دهد که با وجود این پیام صریح، بشر به راه راست هدایت نشد، چون در 25 ژانویه سال 1938 آسمان شب در سراسر اروپا با نوری مرموز روشن شد. آیا این همان نشانه توصیف شده در راز دوم بود یا تنها فقط یک رویداد کیهانی؟ در 26 ژانویه 1938 نیویورک تایمز اینگونه گزارش داد که
شفق قطبی اروپا را فرا گرفته است. مردم از ترس فرار می کنند. آتش نشانها را فریاد می زنند. نمایش آسمانی از کانادا تا برمودا به اتریش و اسکاتلند دیده می شود. و انتقال رادیویی با موج کوتاه قطع شده است. آسمان به قدری روشن شده است که مردم می توانند در نیمه شب روزنامه بخوانند. تنها چند هفته بعد از دیده شدن نور در آسمان شب، جنگ جهانی دوم با حمله هیتلر آغاز شد و این رویداد دقیقاً در زمان پاپ پیوس 11 رخ داد. جنگی که تمام دنیا درگیر آن شد و بدین گونه راز دوم نیز به حقیقت پیوست. اما در سال 1943 لوسیا به دلیل آنفولانزا به شدت بیمار شد و به همین دلیل راز سوم را که تا آن زمان به کسی نگفته بود در نامه ای نوشت. آن را پلم کرد و تقاضا کرد که تا سال 1960 باز نشود. مردم که می دانستن دو راز اول و دوم به حقیقت پیوسته است در انتظار سال 1960 بودند. اما در سال 1960 پاپ پس از خواندن این نامه اعلام کرد که هنوز زمان افشای این راز فرا نرسیده است. بنابراین دوباره نامه را مهر کرد و به بایگانی مخفی واتیکان سپرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 2000 واتیکان اعلام کرد که زمان فاش راز سوم فرا رسیده است. راز سوم خود حاوی دو بخش بود که از دو راز بزرگ می گفت. در سمت چپ بانوی ما فرشته ای را دیدیم که شمشیری شعله‌ور در دست چپ خود داشت. او شعله هایی را با شمشیر به وجود می آورد که به نظر می رسید جهان را به آتش می کشند. اما آنها پس از برخورد با شکویی که بانوی ما از سمت راست او به سمت او تابیده می شد از بین رفتند. فرشته با دست راست خود به زمین اشاره کرد و فریاد زد که عذاب مجازات مجازات. در ادامه در بخش دوم آمده است که پدر مقدس از شهری نیمه ویران می‌گذشت که از درد و اندوه رنج می‌برد. او برای روح اجسادی که در راهش دیده بود دعا می‌کرد. با رسیدن به قله کوه در پای صلیبی بزرگ توسط گروهی از سربازان که گلوله‌ها و تیرها را به سمت او شلیک کردند کشته شد. مفسرین اعلام کردند که معنی بخش اول این نامه این است که به احتمال زیاد بشریت در آستانه نابودی توسط یک جنگ هسته‌ای بوده است. اما مریم مقدس بشریت را از این جنگ هسته‌ای نجات داده است. اما گویا بخش دوم از راز سوم به وقایع 13 ماه می 1981 مرتبط است. در آن زمان هزاران نفر در میدان سنت پیتر واتیکان در انتظار سخنرانی پاپ جان پل دوم بودند که ناگهان تیراندازی آغاز شد و مردی مسلح قصد داشت پاپ را ترور کند. هرچند که او به شدت مجروح شد اما از مرگ نجات پیدا کرد. بله، راز سوم درباره شخص پاپ بود. او گفت طبق این پیشگویی من باید میمردم اما مریم مقدس من را نیز نجات داد. در اینجا بود که پاپ به این نتیجه رسید که زمان تبرک کامل شوروی فرا رسیده است. او از تمام اسقفا دعوت کرد تا در مراسم شرکت کنند و نهایتاً در 25 مارس 1984 بالاخره شوروی را تبرک و تقدیس کردند. پیش از این لوسیا گفته بود که بعد از تبرک اتفاقات شگفت انگیزی رو خواهد داد و گویا اینگونه شد. گورباچوف در شوروی سابق به قدرت رسید و روسیه امروزی را تشکیل داد. همانطور که دیدید و همگان بر این باور هستند، راز سوم تحقق یافته است. اما آیا واقعاً تحقق یافته است؟ در 11 ماه می 2010، پاپ بنتیک 16 در هنگام پرواز به فاطیما در پاسخ به سوالی درباره راز سوم گفت که ما اشتباه خواهیم کرد که فکر کنیم راز سوم کاملاً تحقق یافته است. و البته منتقدان زیادی مانند روزنامه‌نگار ایتالیایی آنتونیو ساشی ادعا می‌کنند که متن 4 صفحه‌ای با دست‌نوشته راز سوم که توسط واتیکان در سال 2000 منتشر شد راز واقعی یا حداقل تمام راز سوم نیست. استدلال آنها اینگونه است که نامه اصلی تنها بر روی یک کاغذ نوشته شده بود، در حالی که نامه منتشر شده توسط واتیکان 4 صفحه است. و یا اینکه لوسیا نامه را انگشت زده بود اما سند منتشر شده از واتیکان حاوی امضا است. با دقت به این تصاویر نگاه کنید. در سال 2011 ادعای مشابه به واقعه فاطیما در آفریقا روی داد. در این واقعه ادعا شد که مریم باکره بر مردم حاضر شد.
لینک فیلم برداری شده از این واقعه در قسمت توضیحات قرار دارد. ادعاهای زیادی مبنی بر حقیقی و یا ساختگی بودن این واقعه وجود دارد. ما هیچ نظری درباره این واقعه نداریم. اما حقیقت چیست؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.